هشت بازی های مهمانی مهمانی ها برای وقت گذرانی و وقت گذرانی ها برای مهمانی از جمله مقطع کوتاهی پیش از این که تمام مدعیون جمع شوند اما به محض اینکه آشنایی ها گل کرد بازی ها شروع می شود شلمیل و قربانیش همدیگر را پیدا می کنند همانطور که کل گنده و من حقیر فقیر خودشان را نشان می دهند و خلاصه تمام مراحل آشنا ولی فراموش شده انتخاب طرف شروع می شود در این فصل چهار بازی که معمولاً بیشتر از دیگر بازی ها در مهمانی ها و موقعیت های اجتماعی تکرار می شود مورد بحث قرار می گیرد. وحشتناک نیست عیب شلمیر و چرا فلان کار را نمی کنی آره اما الف وحشتناک نیست ز، وحشتناک نیست در واقع در چهار شکل اصلی بازی می شود وقت گذرانی والد وقت گذرانی بالغ وقت گذرانی کودک و بازی در صورت وقت گذرانی البته نتیجه و بردی در بین نیست مگر مقداری احساسهای بیارزش یک، این روزها برای والد یکی از وقت های حق به جانب و انتقادی و حتی شریرانه تحت عنوان این روزها اجرا می شود از لحاظ جامعه شناسی این وقت گذرانی اغلب بین سنخای خاصی از زنهای میان سال با درآمد محدود ولی مستقل رواج دارد. در یک مورد یکی از این خانوم ها پس از شرکت در جلسه اول گروه های درمانی گروه را ترک کرد و دیگر باز نگشت. زیرا اولین حرفش برای باز کردن سر صحبت درباره وضع بد این روزها به جای اینکه با هیجان و موافقت استقبال شود با سکوت مواجه شد و این خلاف واکنشی بود که او معمولا در حلقه اجتماعی خود دریافت می کرد. در همین گروه که تا حدی نیز پیشرفته محسوب میشد و افراد به تحلیل بازی ها عادت داشتند ولی ناهماهنگی آشکاری در آنها محسوس بود خانم وایت گفت حالا که صحبت از عدم اعتماد به مردم شد به عقیده من بیخود نیست که نمیتوان توان این روزها به کسی اعتماد کرد من چند تا مستجر مجرد دارم و چند روز پیش که داشتم اتاق یکیشان را وارسی می کردم باور نمی کنید چه چیزهایی روی میزش دیدم او جواب بیشتر مسائل روز جامعه را می دانست. مسائل جوانان باور نمی کنید این روزها پدر و مادرها چقدر بچه هایشان را بیبند و بار بزرگ می کنند افسایش طلاق این روزها زنها چقدر وقتشان در خانه با بیکاری تلف می شود خشونت و جنایت این روزها چقدر خارجی در مناطق مسکونی سفید پوست ها رخنه کرده و افزایش قیمت ها این روزها کاسب ها چقدر طمعکار شده هن. او خود تاکید می کرد که به پسر خود و همسایش آزادی های زیاد و به اصطلاح رو نمی این روزها با وراجی های پراکنده فرق دارد که تحت شعار بیخود نیست رواج دارد حرکات شروع ممکن است همان باشد شنیده هم فلانی را از اداره اخراج کردند اما در این روزها جهت و پایان مشخصی وجود دارد و ممکن است توضیح هم داشته باشد اما وراجی بی منظور است مدت ها ادامه پیدا می کند یا دفعتا قطع می شود دو پوست پاره بیشتر جنبه بالغ و نیکخواهانه دارد و شعارش معمولا به صورت چهف یا آخکه ظاهر می شود اگرچه انگیزش های باطنی ممکن است به همان نسبت هولناک باشد پوست پاره بدون با جاری شدن خون سر, و خون سر و کار دارد و اساسا گفتگوی بالینی غیر رسمی است هر کس میتواند موردی را ذکر کند که هرچه وحشت باشد بهتر است و البته به جزئیات هم باید با آب و تاب پرداخت ضربات شدید توی صورت و زایمان های سخت و عجیب از عنوان های قابل قبولند در اینجا نیز تفاوت با وراجی در رقابت و سختی جراحی است کالب و چناسی ملزی تشخیص پیشبینی دوره ناخوشی و موارد مشابه با دقت و نظم خاصی تعقیب می شوند در وراجی یک پیشبینی خوب یا خوشبینی معمولاً به آسانی مورد قبول واقع می شود اما در پوست پاره نظری خوشبینانه ممکن است باعث تحریک و سوء زن شود چون بازیگر حق ندارد درباره چیزی که صلاحیتش را ندارد اظهار نظر کند سه آبخوری توی راهرو یا یک فنجان قهوه وقت گذرانی کودک است و چنین شعاری دارد ببین باز حالا چه بازی سرمان در آوردن این یک شکل اداری است و صورت ظریفانه ترین ممکن است اول شب در جایی دنج بین دو نفر و درباره موضوعهای اقتصادی و سیاسی اجرا شود که در این صورت اصلی بار نام دارد در واقع این اصولاً یک وقت گذرانی سه نفره است ولی موضوع مورد صحبت به صورت سایه قایب است آنها چار وحشتناک نیست به عنوان یک بازی در نمایشی ترین شکلش توسط معتادان در برابر دکتر و جراح اجرا می شود و تبادل این اشخاص نمایانگر وجوه مشخص این بازی است این اشخاص مثل زنهایی که مدام دنبال پارچه و لباس و امثال آن در فروشگاه ها پرسه میزنند دنبال دکتر و جراحند آدمهایی هستند که حتی به رغم مخالفت پزشکان مسرانه میخواهند یک جایشان عمل شود همین تجربه یعنی بستری شدن و عمل جراحی برای آنها امتیازهایی کسب می کند. امتیاز روانی درونی برای آنها از پاره شدن بدن آید می شود و امتیاز روانی برونی این است که از تمام پیوندهای صمیمیت دنیای اطرافشان بریده شده فقط تسلیم جراح می شوند. امتیاز زیستی از جنبه پرستاری از آنان تأمین می گردد. امتیاز اجتماعی برونی از توجه گروه پزشکی و پرستاران و سایر بیماران کسب می شود. پس از مرخصی از بیمارستان امتیاز اجتماعی برونی از راه تحریک همدردی و ترس آمیخته به احترام دیگران نصیبشان می شود. در شکل بسیار حاد و نهایی این بازی را شیادان فرصت طلب که در کار ادعای خسارت از تبابت غلط و شکایت علیه پزشکان متخصص دارند اجرا می کنند. که حتی ممکن است به تدریج برایشان به صورت ممر معاشی درآید آنها می توانند برای خود نه تنها احساس همدردی کسب کنند همانطور که غیر ها می کنند بلکه قادرند پول گذافی نیز به عنوان خسارت به جیب بزنند در این وقت است که وحشتناک نیست به صورت یک بازی در می آید. چون بازیگر در ظاهر ابراز بدبختی می کند ولی باطنن از کارش رضایت دارد و می تواند در ازای بدبختی خود از دیگران استفاده مادی نیز ببرد به طور کلی کسانی که از بدبختی رنج می برند به سه دسته تقسیم می شوند اول اشخاصی که رنج و بدبختی برایشان غیر عمدی و ناخواسته است این افراد ممکن است از همدردی و کمکی که به آسانی در دسترسشان قرار میگیرد بهره برداری بکنند یا نکنند بهره برداری از همدردی دیگران تا اندازه معقول و طبیعی به نظر می رسد و ممکن است به صورت احترام تلقی شود دوم اشخاصی که رنج و بدبختی برایشان غیرعمدی است ولی از آن به دلیل فرصتهای مقتنمی که برایشان به وجود می آورد استقبال می کنند. در اینجا بازی چاره است که بعدا به فکر شخص می رسد و به قول فروید محصول ثانوی است. سوم اشخاصی که مدام دنبال رنج و بدبختی می گردند. مانند معتادان مرض جراحی که از یک جراح پیش دیگری می تا بالاخره یکی را گیر بیاورند که حاضر شود جایشان را عمل کند در اینجا اولین چیزی که مورد نظر شخص است بازی است ب عیب تز این بازی منشه بسیاری از نارضایتی های کوچک و ناچیز در زندگی روزمره مردم است. و از وضعیت افسرده کودک سرچشمه میگیرد که میگوید من خوب نیستم و بعدها در وضعیت مشابه به والد منتقل می شود که میگوید آنها خوب نیستند مسئله تبادلی بازیگران است که ثابت کند شق دوم صحیح است بنابراین بازیگر عیب در آشنایی با اشخاص جدید هنگامی احساس راحتی می کند که آنها متوجه عیب او شده باشند این بازی سختترین شکلش ممکن است به صورت یک بازی سیاسی استبدادی درآید که شخصیت های مقتدر بازی می کنند و ناگهان باعث بروز انکاس های تاریخی تکان دهنده می شود در اینجا بستگی نزدیک آن با وقت گذرانی این روزها مشهود است در جوامع هومه شهری احساس اطمینان مثبت برای مردم از طریق وضع چطور است به دست می آید در صورتی که عیب جنبه منفی آن را تأمین می کند تجزیه و تحلیل مختصر بعضی از عناصر این بازی را روشنتر می سازد هیته این بازی از ناچیزترین و نامربوطترین صورتها امالمابه است تا ترین آه در بساد ندارد شریرانی ترین جنسش خورد شیشه دارد خصوصی ترین اشعار ریلکه را نخوانده صمیمیترین ترین اختیار آلتش را ندارد یا پیچیده ترین چی را میخواهد ثابت کند حالات را در بر میگیرد بازی معمولا از لحاظ پویای شناسی روانی دارای ریشه عدم اطمینان جنسی است و هدفش کسب اعتماد به نفس است و از لحاظ تبادلی توام است با تجسس پزولانه و کنجکاوی هولناک و یا پاییدن مردم که برای ارزای هوسهای کودک ولی با نقاب والد و شاید هم بالغ صورت میگیرد. همچنین دارای امتیاز روانی درونی رفع افسردگی و امتیاز روانی برونی احتراز از صمیمیت است که امکان دارد عیوب خود وا... وایت را افشا کند با بس زنی که متجدد نیست یا مردی که حساب بانکی کلانی ندارد یا سفید پوست نیست یا بی سواد است یا توانایی جنسی دارد یا ناتوانی جنسی دارد وایت احساس حق به جانبی می کند. در این حال کنجکاویش به او قدرت عمل اجتماعی درونی و مقداری امتیاز زیستی می دهد. امتیاز اجتماعی برونی این بازی مشابه وحشتناک نیست خانوادگی است از نوع معاشرتی و همسایه دوست یک جنبه زمینی و جالب بازی ایب آن است که برای وایت انتخاب مطلب ارتباطی به ظرفیت فکری یا درجه هوشمندی ظاهری او ندارد مردی که در وزارت امور خارجه کشورش در سمتهای مهمی خدمت کرده بود روزی در جمعی گفت که مردم فلان کشور در سطح پایینتری قرار دارند چون مردهایشان کتهایی می که آستینهای فوقالعاده بلندی دارد این مرد در فهم بالغ خود توانایی زیادی داشت ولی فقط وقتی عیب را در سطح والد بازی میکرد، چنین حرف های نامربوطی از دهانش در می ج شلمیل تز واژه شلمیل یا شلمیل ربطی به قهرمان رمان پیتر شلمیل ندارد که مردی بی اصل و نسب بود اما اشاره به کلمه ای است که با کلمات آلمانی و هلندی پیوند داده شده و حاکی از دوز و کلک است قربانی شلمیل چیزی شبیه قهرمان یک مرد نیکنفس نوشته پال دوکاک حرکات یک بازی نمونه شلمیل به قرار زیر است حرکت یک وایت لیوان شروتش را تصادفا روی لباس خانم میزبانش میریزد حرکت یک بلک یعنی میزبان در وهله اول با عصبانیت واکنش نشان میدهد ولی بعد چون متوجه میشود اغلب ناآگاهانه که اگر عصبانیتش را نشان دهد وایت برنده است و او بازنده خودش را نگاه می‌دارد و با این کار تصور می کند که برد با اوست حرکت دو وایت میگوید، وای متاسفم خیلی خیلی معذرت می خواهم. حرکت دو بلک منمن کنان یا با صدای بلند او را میبخشد و بدین دین نه احساس برد خود را به غلط تقویت می کند حرکت سه وایت سپس مرتکب اشتباهات دیگری می شود و خسارات بیشتری وارد می کند چیزهایی را می اندازد و میشکند شکند لیوانهای شربت بیشتری را می ریزد و انواع و اقسام کسافتکاری ها را انجام می دهد بعد از اینکه با سیگارش روی میز را هم سوراخ کرد و پایه صندلی را لای منگوله های پرده فرو کرد و آن را جرداد و مقداری هم از آب خورش را روی فرش کودک درون او از این همه کارهایی که کرده و بخشوده هم شده مسرور است در حالی که بلک نمایش رضایت بخشی از رنج و خیشتنداری از خود بروز داده است بنابراین هر دوی آنها از این موقعیت پر از بدبختی استفاده بردند و بلک لزوما مایل نیست دوستی و معاشرتشان را قطع کند در اینجا مانند تمام بازی ها واید که حرکت اول را انجام می دهد به هر حال برنده است اگر بلک عصبانیتش را بروز دهد وایت حس می کند حق دارد او هم عصبانی شود چون کارش تصادفی بوده اگر بلک خیشتندایی کند آن وقت وایت می تواند با استفاده از فرصت های بعدی به لذت و مسرت خود ادامه دهد. برد واقعی این بازی مسرتی نیست که وایت از خرابکاری و صدم زدن نصیبش می شود. اگرچه این جایزه زم نیست بلکه برد در این واقعیت است که او بخشوده می شود، و این ما را مستقیما به آنتیدس میرساند آنتیتز بهترین ضد شلمیل دریخ کردن بخشودگی است پس از آنکه بایت گفت بای متاسفم خیلی معذرت میخواهم اگر بلک به جای اینکه بگوید اشکالی ندارد بگوید نگاه کن امشب تو می توانی هر چقدر می خواهی باعث ناراحتی زن من شوی می توانی رومیزی را سوراخ کنی قالی را خراب کنی اما خواهش می کنم دیگر نگو متاسفم و معذرت میخواهم در اینجاست که بلک قدم پیش گذاشته نقش والد بخشنده را کنار میگذارد و به صورت بالغ قاطع رفتار می کند و مسئولیت کامل دعوت کردن وایت را به عهده میگیرد. گیرد. درجه شدت و حدت بازی بازی وایت از واکنش او به این رفتار معلوم می شود که ممکن است کاملا انفجارآمیز هم باشد. کسی که به بازی ضد چلمی تن در میدهد به این مخاطره هم تن در میدهد که مردم توی رویش بیستند یا دست کم برای خودش دشمن تراشی کند بچه ها اغلب بازی شلمیل را نیمه کاره انجام می دهند زیرا از بخشودگی مطمئن نیستند اما دست کم از مسرت کسافتکاری آن برخوردار می شوند. بعدها هرچه بیشتر یاد میگیرند که رفتار خود را با اجتماع منطبق کنند از مهارت خود برای کسب بخشودگی بیشتر استفاده می کنند که هدف اصلی این بازی است و در لفاف نزاکت در محافل اجتماعی بزرگ سالان اجرا می شود. تحلیل تز من می توانم خرابکاری کنم و بخشوده هم می شدم. هدف بخشایش نقش ها پرخاشگر قربانی پویای شناسی پرخاشگری مقعدی مثال ها یک بچه های ویرانگر و شلوغکار دو مهمان های دست با چلوپتی نمونه عالی اشتباعی بالغ 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 چون من با ادبم شما هم باید با ادب باشید بالغ اشکالی ندارد می بخشم. نمونه عالی روانی کودک والد کودک مجبوری چیزهایی را که تصادفی است ببخشی والد راست میگویی من مجبورم سرمشق آداب, معاشر... آداب, معاشرت برای تو باشم حرکات یک تحریک کردن منزجر شدن دو معذرت خواستن بخشیدن امتیازات یک روانی درونی لذت کسافتکاری و رخت و پاش کردن دو روانی برونی فرار از تنبیه سه اجتماعی درونی شلمیل چار اجتماعی برونی شلمیل پنج زیستی نوازش های ملایم و تحریک کننده شش وجودی من بی تخصیرم. د چرا فلان کار را نمی کنی آره اما تز چرا فلان کار را نمی کنی آره اما در تحلیل بازی ها مقام خاصی دارد زیرا نخستین محرک ابداع مفهوم بازی هاست این بازی اولین بازی است که از متن اجتماع گرفته شده و از آنجا که قدیمی ترین موضوع تجزیه و تحلیل بازی هاست شناخته شده ترین آنها نیست هست در مهمانی ها هم رایشترین بازی است و گروه های مختلف و از جمله گروه های رواندرمانی آن را اجرا می کنند. مثال زیر وجوه مشخصه این بازی را نشان می دهد. خانم وایت شوهرم اصرار دارد که کارهای نجاری خانه و تعمیرات اسباب خانه را خودش انجام دهد و هیچ وقت هم هیچ کاری را درست انجام نمی دهد. خانم بلک چرا مجبورش نمی کنید یک دوره نجاری حرفه‌ای را در کلاس‌های شبانه بگذراند؟ خانم وایت آره اما وقت ندارد. خانم بلو چرا برایش یک دست اسباب و لوازم جدید و حسابی نمی خانم وایت آره اما بلد نیست و آنها کار کند. خانم رد خب می توانید یک نجار حرفه ای بیاورید که تمام کارها را انجام دهد خانم وایت آره اما می دانید این کار چقدر پول می خواهد خانم بران خب چرا حالا همینطور که درست می کند قبول نمی کنید ولش کنید خانم وایت آره اما می ترسم یک روز خانه روی سرم خراب شود چنین گفتگویی معمولا در این نقطه به سکوت ممتد منجر می شود این سکوت را بالاخره خانم گرین می شکند که مثلا میگوید خب دیگر مردها همین طورند همیشه می نشان بدهند که همه کارها را بلدند چرا فلان کار را نمی کنی آره اما ممکن است چند نفره بازی شود دیگران هر کدام سعی می کنند راه حلی پیشنهاد کنند و هر کدام حرف خود را با عبارتی مضمون چرا فلان کار را نمی کنی شروع می کند. در پاسخ هر کدام وایت با عبارت آره اما جوابی آماده دارد. بازیگر خوب می تواند در مقابل اده نامحدودی مقاومت کند تا آنجا که همه جار بزنند و او بلنده شود. در بسیاری از موقعیت ها او ممکن است مجبور شود در دوازده راهحل حل پیشنهادی را رد کند تا به سکوت ممتد که نشانه پیروزی اوست دست یابد سکوتی که عرصه را برای بازی بعدی با همان الگوی فوق مهیا می کند بدین معنی که خانم گرین صحنه را برای بازی انجمن خانم و مدرسه انصر از سنخ شوهر خطاکار تغییر می دهد. از آنجا که تمام راحل های پیشنهادی رد می شود واضح است که بازی مقصودی نهفته دارد کلک بازی چرا فلان کار را نمی کنی آره اما در این است که در واقع برای منظور آشکارش بازی نمی شود یعنی یک سوال بالغ برای کسب اطلاعات یا حل یک مسئله نیست بلکه برای اطمینان مجدد احساس لذت کودک است در صورت ظاهر ممکن است مسئله مربوط به بالغ به نظر بیاید ولی در واقعیت ام معلوم می شود که وایت خود را به صورت کودک عرض نموده که یعنی قدرت و کفایت آن را ندارد که بر وضعیت خود چیره شود و بنابراین دیگران باید به صورت والدهای عاقل و دانا درآیند و تلاش و دانش خود را برای کمک بی حاصل به او به برند. این نکته در شکل هشت نشان داده شده است. بازی ممکن است مدتها ادامه پیدا کند زیرا سطح اجتماعی محرک و پاسخ هر دو بالغ بالغ و در سطح روانی نیز مکمل یکدیگرند یعنی با محرک بالغ کودک چرا فلان کار را نمی کنی شروع و با پاسخ موافق کودک والد آره اما تکمیل می شود. سطح روانی بازی نیز معمولا در هر دو طرف ناخداگاهانه است ولی تبدیل بالغ وایت به کودک بیکفایت و در مورد دیگران تبدیل بالغ به والد عاقل را می توان با اندک توجهی دقیق تر از طریق تغییر در وضع قیافه، طرز حرف زدن و کلماتی که به کار می رود به خوبی مشاهده کرد. به منظور نشان دادن معانی فوق لازم است به مراحل مثال فوق توجه کرد. درمانگر آیا کسی پیشنهادی کرد که شما خودتان قبلا به فکرتان نرسیده بود؟ خانم وایت نه هیچکس نکرد در واقع من خودم تمام آن چیزهایی را که آنها پیشنهاد میکردند امتحان کرده بودم من برای شوهرم یک دست ابزار و لوازم جدید خریدم و او خودش یک دوره شبانه آموزش رج... نجاری رفت در اینجا خانم وایت به دو دلیل نشان می دهد که چرا پیشنهادهای ارائه شده را نباید جدی گرفت اولا در رابطه با پیشنهادها هوش و ذکاوت خانم وایت کمتر از دیگران در آن جمع نبود و بعید می بود کسی بتواند راه حلی پیشنهاد کند که به فکر خود او نرسیده باشد اگر کسی باشد که با پیشنهادی ابتکاری بتواند مسئله را حل کند خانم وایت اگر منصفانه رفتار کند باید آن را بپذیرد یعنی کودک بیکفایت او باید تسلیم شود به عبارت دیگر با پیشنهادی جالب میتوان او را از بازی منصرف ساخت اما مسئله اینجاست که بازیگران معتاد به چرا فلان کار را نمی کنی آره اما مثل خانم وایت منصفانه رفتار نمی کنند ثانیا آسان پذیرفتن یک پیشنهاد ممکن است این زن را در دیگران ایجاد کند که خانم واید دارد خودش را به خریت میزند که خود بازی دیگری است مثال فوق به ویژه روشنگر است زیرا نکته سانبی بازی را به خوبی معلوم می کند. اگر قبول کنیم خانم واید در واقع بعضی از پیشنهادها را عملا امتحان کرده چرا با آنها مخالفت می کند؟ پس مقصود غایی بازی در یافت پیشنهاد نیست بلکه رد تمام پیشنهاد هاست. تقریبا همه مردم در شرایط خاص دست به این بازی می زنند. چون از نظر ساخت بخشیدن به زمان ارزشمند است. اما مطالعه دقیق رفتارهای اشخاصی که مدام در این بازی شرکت می کنند نکات جالبی را نیز درباره شخصیت آنها افشا می کند. اولا آنها معمولا هر دو نقش بازی را به یک اندازه آسان بازی می کنند. نقش عوض کردن از خواس همه بازیگران است. آنان ممکن است بر حسب عادت یک نقش را بر دیگری ترجیح دهند. اما به خوبی می توانند نقش عوض کنند و همیشه مایل و حاضرند نقشی در بازی داشته باشند ولو اینکه نقش دلخواهشان نباشد مثلا در بازی الکلی نقش عوض کردن از مشروب خار به نجات دهنده را به خوبی میتوان دید ثانیا در مشاهدات بالینی ثابت شده است اشخاصی که بازی چرا فلان کار را نمی کنی آره اما ام را دوست دارند معمولا جزو آن دست از بیماران هستند که عاقبت برای تسریع مداوای خود تقاضای خواب مصنوعی یا تزریق نوعی داروی آور می کنند این بازیگران وقتی مشغول بازی هستند هدفشان نشان دادن این واقعیت است که هیچ کس نمی تواند پیشنهاد قابل قبولی ارائه دهد به عبارت دیگر آنها هرگز تسلیم نمی شود حالان که در حضور درمانگر درخواست می کنند که در حالت تسلیم محض قرار گیرند بنابراین واضح است که چرا کلان کار را نمی کنی آره اما معرف راه حلی اجتماعی برای یک درگیری درونی مربوط به تسلیم شدن است قابل توجه آن که این بازی بین اشخاصی رواج دارد که از تغییر رنگ چهرهشان واهمه دارند و مبادله درمانی زیر این نکته را نشان می دهد. درمانگر پس چرا بازی چرا فلان را نمی کنی آل آره اما را اجرا می در حالی که میدانی این بازی قدیمی است؟ خانم وایت وقتی با کسی حرف میزنم باید مدام فکر کنم ببینم چه باید جواب بدهم در غیر این صورت خجالت میکشم و صورتم این را نشان میدهد مگر اینکه توی تاریکی باشیم من نمیتوانم سکوت را تحمل کنم شوهرم هم میداند بارها به من گفته درمانگر مقصودت این است که اگر بالغ درونت تو را مشغول نکند کودک در تو ظاهر می شود و دست به کارهایی می زند که خجالت می کشی و صورتت هم این را نشان می دهد؟ خانم وایت آره اگر بتوانم مرتب مطالبی را به دیگران پیشنهاد کنم یا آنها مطالبی به من پیشنهاد کنند و از خوب است مطمئنم یعنی تا وقتی بتوانم بالغ خود را در اختیار نگاه دارم خجالت نمی کشم. در اینجا بیمار به بزرگ مشخص می کند که از زمان بی ساخت و بی برنامه وحشت دارد تا وقتی که تواند در یک موقعیت اجتماعی بالغ را مشغول و تحت تسلط نگه دارد کودک نمی تواند ظاهر شود و خودنمایی کند لذا بازی می شود وسیله برای ساخت زمان باشد و به بالغ فرصت عمل دهد اما بازی باید به اندازه کافی انگیزش داشته باشد تا علاقه او را حفظ کند. او بازی چرا فلانکار را نمی کنی آره اما را به دلیل سرفجوی انتخاب کرده است چون حد اکثر امتیاز درونی و برونی را به کودک در جدال یا با ناتوانی جسمیش ارائه می دهد. او با کامل میتواند هم نقش کودک را بازی کند که تسخیر ناپذیر است و هم نقش والد عاقلی را بازی کند که سعیش تسخیر کودک درون دیگری است اما موفق نمی شود از آنجا که نخستین اصل بازی چرا فلان کار را نمی کنی آره اما این است که هیچ پیشنهادی هرگز پذیرفته نشود بنابراین والد هرگز موفق نیست شعار بازی این است حول نشو والد هرگز پیروز نمی شود خلاصه اینکه اگرچه هر حرکت برای خانم وایت به اصطلاح سرگرم کننده است و لذت مخصوص خود را در رد پیشنهادها دارد برد اصلی آن سکوت مرموزی است که آخر سر بعد از آنکه همه فکرشان را برای پیشنهادهای قابل قبول خسته کردن بر صحنه مستولی می شود هم برای خانم وایت و هم برای حاضران این سکوت علامت آن است که او پیروز شده است و آنها هستند که کفایت ندارند این سکوت اگر شکسته نشود ممکن است دقیقه ها طول بکشد اما در نمونه عالی خانم گرین سکوت را می شکند چون مدت هاست با اشتیاق میخواهد بازی خودش را جانشین آن کند و به همین دلیل بود که در بازی خانم وایت فعالانه شرکت نمی کرد. بعدا در همین جلسه وایت از گرین بدش آمد که چرا لحظات پیروزی او را کوتاه کرده است. وجه مشترک و جالب دیگر این بازی آن است که شکل درونی و برونی آن اینن یکسان بازی می شود و فقط نقش ها عوض می شود در شکل برونی در کلینیک کودک خانم وایت است که ظاهر می شود و نقش بیچارش را چند نفره بازی می کند در شکل درونی آن در خانه او نقش والد عاقل و فهمیده و با کفایت و امر و کن را دو نفره با شوهرش بازی می کند اما این یک تعریض نقش املی ثانوی است چون در دوران نامزدی او همیشه نقش کودک بیچاره را بازی میکرد و تنها پس از پایان ماه اصل بود که کم کم جنبه والد امر و کن و حاکم ظهور کرد قبل از آن نیز در دوره ای که آنها در تهیه مقدمات عروسی بودند ممکن بود این جنبه تصادفاً بیرون لغزیده باشد اما نامزدش که شور زیادی داشت این چیزها را متوجه نمیشد اگر دقیقا متوجه میشد ممکن بود عروسی به دلایلی به هم بخورد و وایت باز دنبال زوجه مناسب بگردد آنتیتز به خوبی معلوم است کسانی که در اینجا به حرکت اول خانم وایت یعنی ارائه مسئله لاینحل او پاسخ میدهند خودشان هم مشغول بازی چرا فلان کار را نمی کنی آره اما هستند در بازی من فقط دارم کمک می کنم یک درمانگر است و چند بیمار حالانکه که در چرا فلان کار را نمی کنی آره اما یک بیمار است و چند درمانگر در مورد فوق از لحاظ بالینی عکس یا آنتیتز یکدیگرند بنابراین یکدیگر را تکمیل می کنند اگر حرکت اول به صورت اگر نشد چی باشد یک جواب پیشنهادی می شود چنین باشد این واقعا مسئله مشکلی خودت نظرت چیست یا اگر حرکت اول به صورت فلان چیز درست نشد حالا نمیدانم چه کار کنم باشد جواب باید چنین باشد جدا خیلی بد شد هر یک از این پاسخها معصومانه و معدبانه است ولی خانم وایت را در بازی سرگرم سردرگم باقی میگذارد یا دست کم تبادل را در این زمینه متوقف می سازد تا اینکه ناراحتی درونی او آشکار و بررسی شود در گروه های روان درمانی برای آن عده از شرکت کنندگان که حساسیت زیادتری دارند بهتر آن است که بازی من فقط دارم کمک می کنم را پرهیز کنند بنابراین نه تنها وایت بلکه سایر اعضای شرکت کننده نیز می توانند از آنتیتز چرا فلان کار را نمی کنی آره اما درس بگیرند که همان آنتیتز من فقط دارم کمک می کنم است در موقعیت های اجتماعی اگر این بازی دوستانه و بیزرر باشد دلیلی ندارد در آن شرکت نشود اما اگر کوشش در جهت بهره برداری و کسب اطلاعات حرفی باشد لازم است قدمی در جهت آنتیتز آن برداشت گو اینکه در چنین مواردی احتمالا حس انزجار بازیگر اصلی برانگیخته خواهد شد چون کودک او افشا می شود بهترین سیاست در این شرایط اجتناب و حرکت اول است و باید دنبال بازی مهیجتری مثل تجاوز درجه یک را انواع مربوطه بازی چرا فلانکار را نمی کنی آره اما را باید از روی دیگر سکه آن یعنی چرا فلانکار را کردی نه اما جد جدا دانست که در آن والد است که پیروز می شود و کودک مدافع بالاخره با سردرگمی عقب می بازی چرا فلان را نمی کنی همچنین بستگی نزدیکی با وانگهی دارد. معکوس بازی چرا فلان را نمی کنی آره اما در مراحل اولیه شباهت زیادی به بازی دهاتی دارد. در این بازی خانم وایت اول درمانگر را فریب می دهد یعنی هر را او پیشنهاد می کند به جای رد کردن با رغبت می پذیرد. و تنها وقتی با هم عمیقا درگیر شدن متخصص متوجه می شود که بیمارش علیه او شوریده است آنچه در ابتدا شبیه بازی دهاتی بود تبدیل به تجاوز روشن فکرانه می شود نمونه متداول این مورد در لبانکاوی سنتی و تغییر جهت طرز برخورد بیمار از مثبت به منفی است چرا فلان کار را نمی کنی آره اما ممکن است به جای یک کاری برایم بکن از نوع درجه دو بازی شود زن کارهای خانه را انجام نمی دهد و هر شب وقتی شوهر به خانه می آید بازی چرا فلان کار را نمی کنی آره ما را شروع می کند اما صرف نظر از آنکه شوهر چه جواب دهد او با ترشویی جواب دیگری دارد و راه خودش را تغییر نمی دهد. در بعضی موارد تورشویی و کجرفتاری آنچنان شدید شده است که باید از لحاظ رواندرمانی درمانی چاره اندیشید جنبه بازی را هم به هر حال باید در نظر داشتی را این سوال کلی را مطرح می کند که اولا چرا شوهر چنین زنی را برگزیده و اکنون چه کارهایی را می کند یا نمی کند که باعث بروز چنین وضعی شده است تحلیل تیز کاش بتوانید راه حلی پیدا کنید که من نتوانم از آن ایراد بگیرم هدف اطمینان مجدد نقش ها شخص بیچاره مشاوران پویایی شناسی درگیری تسلیم شدن دهاتی مثال ها یک آره اما من نمیتوانم مشقم را بنویسم برای اینکه دو زن بیچاره نمونه عالی اجتماعی بالغ 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 چه کار کنم که بالغ چرا فلان را نمی کنی بالغ آره اما نمونه عالی روانی والد کودک والد من می توانم با کمک خودم تو را خوشحال کنم کودک پس مشغول شو حرکات یک مسئله حل مسئله دو اعتراض حل مسئله سه اعتراض جا زدن امتیازات یک روانی درونی اطمینان مجدد دو روانی برونی اجتناب و تسلیم شدن سه اجتماعی درونی چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره اما نقش والد چار اجتماعی برونی چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره اما نقش کودک پنج زیستی بحث منطقی شش وجودی همه میخواهند بر من مسلط شوند